مجمع پارلمانی شورای اروپا و عضو کمیته پارلمانی ایران آزاد در مجلس انگلستان یک شنبه شب به علت ابتلا به بیماری سرطان در سن 75 سالگی در پاریس درگذشت. رئیس جمهور برگزیده مقاومت خانم مریم رجوی درگذشت این سیاستمدار شریف و انسان دوست انگلستان را که از حامیان بزرگ مردم و مقاومت ایران بود، به خانواده‌اش، به اعضای مجلس انگلستان، به ویژه به اعضای کمیته پارلمانی ایران آزاد، به حزب لیبرال انگلستان و همه همکارانش در مجمع پارلمانی شورای اروپا و همچنین به خانواده بزرگ مقاومت ایران تسلیت گفت و افزود: لورد راسل جانستون از دهه 60 هنگامی که نماینده مردم در مجلس عوام انگلستان بود به حمایت از مقاومت ایران برخاست و با مسئول شورای ملی مقاومت ایران در پاریس دیدار کرد. لورد راسل جانستون یکی از 35 نماینده مجلس انگلستان بود که کارزار حقوقی رفع ممنوعیت از سازمان مجاهدین خلق ایران را تا حذف نام مجاهدین از لیست و در هم شکستن قلعه اصلی توطئه دیکتاتوری آخوندی پیروزمندانه به پیش بردند. لورد جانستون پس از آن نیز تا آخرین روزهای زندگیش با منتهای شرافت و انسانیت از حقوق مردم ایران برای مقاومت و نهی به آزادی دفاع کرد. رئیس جمهور برگزیده مقاومت در پیام تسلیت خود تأکید کرد: مجاهدان اشرف و همه اعضا و هواداران مجاهدین و اعضا و فعالان مقاومت ایران در فقدان لورد راسل جانستون سوگوارند و به روان او درود می‌فرستند. مردم و مقاومت ایران هرگز خاطره او و همبستگی و حمایت شجاعانه و فداکارانش از مبارزه مردم ما برای رهایی از چنگال استبداد مذهبی را فراموش نخواهند کرد. سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران، با تسلیت به مناسبت درگذشت لورد راسل جانستون توجه بینندگان را به سخنرانی او در اجتماع 70,000 نفر ایرانیان در 8 تیر ماه در پاریس جلب می کند. What an extraordinary audience you have been. People have come from all over Europe and indeed from many parts of the world to show their commitment and their determination to see a free Iran. At this hour, there really is nothing new to say, and I don't even attempt to claim it. Many of those here have been involved in the struggle for freedom in Iran for many years, back to the time of the Shah, through Khomeini, up to the present time. The leadership of Massoud and Mariam Rajavi has been a wonderful inspiration, and to them we will always owe a very deep and special debt. I take this moment also to salute those in Ashraf City. As Mrs. Rajavi said, they are a symbol of perseverance and inevitable victory. We know what must and what will be done. Throughout history, repression has maintained itself for periods of time, but time now for the mullahs is running out. This great gathering is part of an inevitable movement to sweep away the theocratic repression and the encouragement of terrorism, and to bring to the Iranians once more human dignity and human rights. So, my message to you is very simple. It is, liberty is close, very close. So, you must persist
persist. And if that you do, and remain true and loyal to the democratic aims you have set out, the sweetness of success will be yours. And for all Iranians, a better life will unfold. So persist.